چقدر خودی؟ خب دیگه من باید برم مدرسه، تو هم برگرد برو خونت. تو خداری کجا میای خودی جونم؟ برگرد برو پیش مرغ و خروسا، تو نمیتونی با من بیای مدرسه، یه وقت بچه ها اذیتت میکنن. بابا جون آخه کجا داری میای؟ میخورم تو. میاو 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 میاو. باشه بیا مرغ دیگه حرف نمیفهمی ولی باید مؤدب باشی. ببینم گفتی این مرغ را از کجا آوردی؟ اصلنه چرا انقدر باد رفیقه؟ نستانش طولانیه. نه 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 دهت چرا داری اینجوری میکنی بچه؟ تازه داستانش غمناکینم هستش. وقتی ننه مرغی یعنی مامان این تلفکی که عمرش داد به شما یعنی مردش، من اونو که خاکش کردم سر خاک بهش قول دادم که از کوچولوش مراقبت کنم. البته اون هنوز به دنیا نیومده. بعدش یه روز یهویی به دنیا اومد. بعدش انقدر بهش آب و غذا دادم که بزرگتر شد. بعدش هم دیگه برای همیشه شد دوست و همدم و همیار من. چه داستان غم‌انگیزیه. بچه آقای اجازه میگه بیایید تو کلاس، بدون سرسام زده شروع میکنیم. باشه الان میام. خب دیگه عزیزم من باید برم، همینجا باشه تکون نخور تو برگردم. منم اومدم بچم. سلام کوچولوی خوشگل، ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ گنم شادی نمیخوری؟ حتمانه مامانه تو رو ول کرده. هان؟ آهان، میخوای بازی کنی؟ خب، حالا باید جواب این کس رو به دست بیاریم. چغال زاده جان چیزی شده؟ چیه؟ چرا اینقدر نگرونی؟ اوخه نگران مرغمم، دلم شور شده، همه جا پر از شلاق و گرگه. خیلی میترسم نکنه یه لقمه یه چپش کنن. چی میگی چغال زاده جان؟ آخه گرگ و شغال کجا بود مگه؟ کامیان زاده و چغال زاده. کامیان زاده چیزی شده؟ خب به من بگین. میدونید آقا اجازه مرغ چغال
فرژانس بغن. خب این که اینقدر بحث نداره. بفرمایید چغل زده جان. آقای جزه ممنون. تفلک بچه چرا اینقدر خودشون نگه داشته بود؟ ای وای مرغمو گشتن. من به مامانش قول داده بودم ازش مراقبت کنم. مرغ من الان تو شیمکه یه گلی که من دیگه بدم. ببینم حالا همه جا رو خوب گشتی؟ قدرتم رو بردن، قدرت نازم رو بردن. ای وای ای دلم رو سوزوندن. زاده و کامیان زاده و چاغول زاده با من بیاین. قدرت خانوم مرغ اینجا نیست. اینجاست. نه اینجا نیست. قدرت قدرت راستش ما همه جا رو گشتیم ولی خب متاسفانه نتونستیم پیداش کنیم. ببخشید آقا اجازه، حالا چه اتفاقی میافته؟ فعلا برین خونه تا ببینم چه اتفاقی میافته. شاید هم قدرت برگشته باشه خونه. اجازه آقا اجازه کاشکی بعد آقا خویسه گفتش که ببینم اینجا چی میخوای آقا روباه. بعدم رفت و با ملاقه محکم کوبی تو سرش. چی شده؟ صدای مرغ است. صدا نمیاد که. صدای قدرت اونجاست. نه مرغ عزیزم و ما هم ببینم چیزی شده. دنبالی چیزی میگردی؟ این داره دنبال مرغش میگرده. آخه امروز آورده بودش تو. ببینم تو اون کیف چیه؟ بابی تو چه ربطی داره؟ درشو بکن. نمی کنم. 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 بکن. ببینم از کجا میدونی که این مرغ قدرت خانم شماست؟ خب معلومه مرغ منه، پس مرغ کیه هن؟ ولی من که پیداش کردم تفلکی و گشنه و تشنه بل کرده بودن تو حیات مدرسه. ولی این مرغ منه، تازه کامیون زدم شاهده. مگه نه کامیون زده؟ راست میگه، این مرغ چغل زاده است. اوه، بی روباه میگن شاهدت کیه؟ میگه دوممه. اصلا تو چی کار داری؟ قدرت من چغل زاده شو میشناسه. بیا بریم قدی جونم. قدرت خانم بیا بریم دیگه. خودی چی کار میکنی؟ دیگه حرفی نمیمونه آقا. بیا بری. ولی خودی مرغ منه. چغال جان میخوای برم به زور بیارمش؟ نه اون راست میگه، من صاحب خوبی براش نبودم.
من لیاقت خودی رو ندارم. از امشب این تخمال تو عزیزم. راحت بگیر بخواب. شب بخیر. فردا میخوام ببرم دابشاره بالا تپه. بچه بله آقا جون حاضری؟ تکون نخور بادی. تکون نخور ها؟ ای خودی ما رو ول کردی و رفتی و بی مرم. خواب دیدم بچه. اخ ببخشید آقا جون من خوابیدم. آخه چه ناز خوابیده. قدرت جون خداحافظ. قدرت خانم میگه از این که ازم مراقبت کردی مشتکرم. تو زبون قدرت رو بلدی؟ معلومه یه ساز خوب باید زبون مرغشو بدونه. خب پس بهش بگو خواهش میکنم قابلی نداشت. سرسام قد 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 خواهش قد 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 قلبی قد قد قد. Heh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